درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه 22 شهریور ماه همراه ما باشید. همزمان با بیانیه آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز روسیه به موشک‌های بالستیک تولید شده در صنایع نظامی ایران، شبکه CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از رهگیری یک فروند کشتی باربر روسی خبر داد که مظنون به حمله موشک‌های ایرانی است. این کشتی باری هفته گذشته بندری در ایران در دریای خزر را به سوی روسیه ترک کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشتی پورت اولیای 3 اوایل ماه سپتامبر امسال نخستین محموله موشک‌های بالستیک ایران را برای انتقال به روسیه بارگیری کرده است. آلمان، بریتانیا و فرانسه در واکنش به گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از توسعه بی‌وقفه فعالیت‌های هسته‌ای تهران اعلام کرده و گفتند ایران 4 برابر اورانیوم لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. این 3 کشور اروپایی ضمن قدردانی از گزارش گروسی و تیم بازرسان خاطر نشان کردند که جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا و فراتر از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد. اسماعیل گرامی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، توسط دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای گرامی در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. همچنین دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1 سال حبس متأخره گونه‌ای دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران را روز چهارشنبه 21 شهریور تایید کرد. دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با ارسال ابلاغیه‌ای 10 زن پیرو دیانت بهایی ساکن اصفهان را احضار کرد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای اصفهان از این زنان خواسته است که 2 مهر ماه سال جاری جهت رسیدگی به اتهامات انتصابی در این دادسرا حاضر شوند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشته شدن نزدیک به 300 تن از کارکنان سازمان‌های بشردوستانه در جریان درگیری‌های غزه خبر داد و گفت که بیش از 2/3 آنان کارمند سازمان ملل متحد بودند. او اضافه کرد با بنیامین نتانیاهو در این باره تماس گرفته است، ولی نخست وزیر اسرائیل پاسخ تلفن‌هایش را نمی‌دهد. وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که خودداری از پاسخگویی به کشتار کارکنان سازمان ملل پذیرفتنی نیست.